نجات بهرامی کارشناس امور سیاسی از استانبول و آسیه امینی تحلیلگر مسائل اجتماعی از نروژ ما را همراهی می‌کنند. خانم امینی اجازه بدید که با این سوال از شما شروع بکنم که در اعتراضاتی که ما در چهار شب گذشته شاهد بودیم و دیدیم، تصاویری که منتشر شده، زنان، کودکان و نوجوانان را می‌بینیم که همراه سایر افراد در شهرهای مختلف استان خوزستان در اعتراضات شرکت می‌کنند. بیانگر و نشانه چه موضوعی هست این مسئله؟ اجازه بدین من اول سلام بکنم به شما و مهمان دیگر برنامه و همینطور تسلیت بگم به مردم خوزستان، هم به خاطر از دست دادن بخشی از زندگیشون و هم به خاطر از دست دادن عزیزانی که در اعتراض کشته شدن. تصاویری که شما نشون دادید و در روزهای گذشته در شبکه‌های اجتماعی به کرات دیده شده، من رو فقط یاد یک حادثه مشابه میندازه و اون هم باید بگم تصویر غزه است. یعنی ببینید، ما چنین تصویری رو که اون همه نیروی مسلح به روی مردم میشه لیک بکنن که برای ابتدایی ترین در واقع نیازهای حیاتی و زندگیشون به خیابان آمدن، فقط در یک سرزمین اشغالی ممکنه که شاهدش باشیم، که اون هم میدونیم سرزمین اشغالی که ما در ایران و در واقع رسانه‌های رسمی میشنویم با واقعیت ممکنه حتی فاصله داشته باشه. ولی به هر حال این دشمن پنداری مردم و اسلحه کشیدن روی فرزند و در واقع پیر و جوان در خیابان‌ها هرگز نماینده یک حکومتی که داره برای مردمش در واقع خدمات اجرایی قاعدتاً باید ارائه بده نیست. شما به زنان و کودکان اشاره کردین، تنها توجیه این ماجرا این هست که این ابتدایی ترین حق حیات هست. اگر مردم به خیابان نیان، چاره ای جز مردن ندارن، یعنی یا باید مرگ رو در خانه بپذیرن یا اینکه صداشون رو در خیابان داد بزنن. دوستی از خوزستان به من میگفت دام اینجا گاومیش و نخل در خوزستان یعنی خدا. شما خدای شما جلوی شما آتش میگیره، معلومه که به خیابان میان و در این به خیابان آمدن کودک و بزرگسال به نظر من دیگه واقعا تعیین کننده نیست. همه دارن از تشنگی میمیرن. آقای بهرامی، در تصاویری که ما از اعتراضات در سوسنگرد مخصوصا میبینیم، تیراندازی رو شاهد هستیم به سمت مردمی که معترضن به حق آب، به کم آبی در منطقه. چه نهادهایی به باور شما در این سرکوب دست دارن و مسئولیتش به عهده کی هست؟ چرا باید به تجمعات مسالمت‌آمیزی مثل اعتراض به بی آبی تیراندازی در اون صورت بگیره؟ سلام عرض میکنم خدمت شما و خانم امینی و همه بینندگانتون. باید به تجارب قبلی نگاهی بندازیم در پاسخ به سوال شما و اینکه الان آقایون چون خودشون کاملا مطلعن و کاملا خبر دارن که بسیاری از بخش ها، بسیاری از عرصه های دیگه حیات اجتماعی و اقتصادی مردم ایران دستخوش بحرانه، دستخوش تلاطمه، برای همین خیلی مهمه براشون که از نظر امنیتی اجازه ندن تجمعات به مسائل اینچنینی بیش از مثلا یکی دو روز طول بکشه و در همون روزهای اول این مسئله رو جمعش کنن. این که ما سرکوب به این خشنی و برخوردها به این زشتی رو واقعا داریم با مردمی که فقط خواهان جاری شدن آب توی به هر حال شهرشون و توی مزارعشون هستن میبینیم، به خاطر همینه. یعنی واقعا تحمل نمی کنن که این اعتراضات تداوم پیدا کنه و با تداوم این بخش‌های دیگه، شهرهای دیگه و قسمت‌های دیگه کم کم خودشون رو مهیا کنن و به این اعتراضات بپیوندن. یعنی نقطه کلیدی در تصمیمات این آقایون و نهادهای امنیتی برای سرکوب همینه، یعنی اینکه تداوم پیدا نکنه تا بتونن مانع از پیوستن، مانع از ایجاد جرقه توی شهرهای دیگه و توی قسمت‌های دیگه و توی اصناف دیگه ای باشن. چون الان هم وضعیت کشور به یه شکلی هستش که کارگران صنعت نفت، کارگران نیشکر هفت تپه، قسمت‌های مختلف کلاً در اعتراض و اعتصاب هستن و این نهادهای امنیتی رو به شدت نگران میکنه. خانم امینی، اتفاق دیگه، بله ممنونم از شما، برمیگردم بهتون آقای بهرامی. یه اتفاق دیگری که در چند روز گذشته افتاده، حمایت اقشار مختلف جامعه مدنی، ورزشکاران، هنرمندان، امروز هم شاهد بودیم که بیانیه مستندسازان در رابطه با در هم
حمایت از معترضان به کمابی در خوزستان صادر شد. فکر میکنید که چقدر این دست حمایت ها میتونه تأثیر داشته باشه هم روی فضای برخورد و هم روی اقداماتی که ممکن هست دولت انجام بده برای اینکه یک راهکاری حداقل حالا در کوتاه مدت پیدا بکنه برای استاد؟ ببینید به نظر من الان توی این مرحله خاص که صداهای مختلفی راجع به این موضوع شنیده میشه، عده‌ای دارن به مسائل بومی و قومیتی دامن میزنن، اون رو بهانه‌ای میدونن برای اینکه سرکوب حکومت بیشتر بشه، عده‌ای دارن اساساً مسئله رو جدای از مسئله بومی و نژادی و قومیتی نمیتونن تحلیل بکنن. نگرانی‌های زیادی وجود داره برای اینکه بین خود مردم در خوزستان شکاف ایجاد بشه، حتی بین مردم خوزستان و بخش‌های دیگر ایران. یعنی این نگرانی‌ها اتفاقاً به نظر من به جای سکوت باید باعث یک همبستگی ملی بشه. ما اگر واقعا نگران ایران هستیم، نگران این هستیم که شکاف‌های اجتماعی، اقتصادی و سیاسی بین مردم بیشتر نشه، ناچاریم از اینکه یک صدا خوزستان رو مردم عرب و غیر عرب نخوانیم. مردم خوزستان بخشی از مردم ایران هستند و حمایت از کسانی که امروز گرفتار این در واقع مصیبتی که امروز گرفتارش هستیم، قطعا بخشش مربوط به تغییرات اقلیمی و آب و هوایی هست، ولی بخش عمدهش برای اینکه امسال اتفاق نیفتاده، این در روند سالها سوء مدیریتی که بارها راجع بهش گفته شده، نوشته شده، به مناظره گذاشته شده، خواسته شده از دولت، و ما در طول این زمان شاهد بی‌تفاوتی مطلق و سوء مدیریت بودیم. امروز این فاجعه نشانه اون هست و بیش از هر چیزی مردم خوزستان به نظر من نیازمند این حمایت هستن و این یک وظیفه ملی هست. باز هم تکرار میکنم، به جای اینکه بیایم نگران باشیم که شکاف‌های قومیتی و مردمی ایجاد بشه، باید این شکاف‌ها رو با حمایت و با نشان دادن اینکه این نیاز مردم فقط نیاز مردم خوزستان نیست، خوزستان ثروتمندترین استان ایران هست، در بدترین و بدبختانه ترین شرایط و محرومیت داره زندگی میکنه. بنابراین اگر این مسئله مسئله همه مردم نباشه، مسلماً ضررش به همه مردم خواهد. آقای بهرامی، اقدامات و واکنشی که ما از سوی دولت رو دیدیم شما چطور ارزیابی میکنید؟ آیا فکر میکنید که مصوبات جدید دولت میتونه مشکلی که الان به این شدت و به این بزرگی در استان خوزستان وجود داره رو حل بکنه؟ متاسفانه من باید با یک اشاره به صحبت‌های آقای روحانی این مسئله رو، یعنی این سوال شما رو جواب بدم که متاسفانه طبق معمول در پی انکار مسئله است، در پی انکار نقش حکومت و نقش دولت و این معضله، بس برنجکاری اهالی رو وسط میکشه، در حالی که همین مسئله هم باز ناشی از بیکفایتی دولت و حکومت. شما نگاه کنید، همین آقای روحانی به عنوان رئیس دستگاه اجرایی کشور که این صحبت رو میکنه، من توجه شما رو به یک رقمی، یک آماری جلب میکنم. سال 99، یعنی اردیبهشت سال 99، از سوی مسئولین استان اصفهان با کمال افتخار شاهد اعلام یک آماری بودیم مبنی بر اینکه سطح زیر کشت گندم در استان اصفهان از 28 هزار هکتار به 30 هزار هکتار افزایش پیدا کرد، یعنی 2 هزار هکتار در سال 99، یعنی خیلی هم زمان زیادی از اون سال نمیگذره، همین مسائل خشکسالی و بحث بحران آب تازگی نداشته و مسئولین دولتی همچین چیزی رو اعلام میکنن. ببینید، دولتی که و حاکمیتی که تا این حد بیکفایته که مثلا در یک کویر مرکزی، در جایی که مردم دغدغه‌شون جاری شدن چند سباهی آب توی زاینده رود هستش، اونجا افزایش گندم رو در دستور کار قرار میده، همچین دولتی و همچین حاکمیتی واقعا حق این رو نداره که به مردم بینوا و فقیر این منطقه سرزنش کنه اونها رو که چرا مثلا شما در حاشیه کارون برنج کاشتید و فلان کارو کردید، فلان کارو انجام ندادید، در حالی که خودش از بدیهی ترین وظایف خودش عاجز بوده. اما این مصوبات هم دقیقاً بخشی از یک پکیج هستش، یعنی در کنارش از اونور نهادهای امنیتی رو برای سرکوب میذارن، خودشون هم یک سری وعده وعیدی میدن که واقعاً هیچ عقل و منطقی نمیگه که اینها به سرانجام میرسه. اینکه موقت این جمله رو من عرض کنم خدمتتون،
این که موقتا مثلا آب رو جاری کنن در رودخانه کرخه، ولی در همون زمان بخش بزرگی از کشاورزان رو که قبلا به خاطر طرح نسنجیده خودشون وابسته به آب کرخه کردن، اونها رو در تنگنا قرار میدن. یعنی باز موکول کردن مشکل زمان آینده و نامعلوم، و این راه حل نیست. بسیار عالی. خانم امینی 20 ثانیه فرصت داریم برای اینکه پاسخ شما. من به سوال قبلی شما به بخش پایانیش جواب ندادم، و اونم این که ببینید اون فاجعه‌ای که امروز ما شاهدش هستیم فاجعه‌ای نیست که در واقع دولت در اون بی تقصیر باشه. حالا اینکه ما چقدر انتظار داشته باشیم اعتراضات مردمی و همبستگی ملی باعث بشه که دولت بیاد یه فکر چاره فوری بکنه، فقط یک امیدواریه. اما از همین امیدواری هم به نظر من استفاده کرد، چون اون چیزی که داره از دست میره قابل برگشتن نیست. به جای اینکه گلوله بزنن به شکم سینه بچه‌های مردم، باید فکر چاره فوری. این بحران بحرانی هست که هم نیاز به اقدام فوری داره، هم نیاز به اقدام استراتژیک داره. یعنی اگر امروز این عزم ملی رو هم از طرف مردم برای فشار به دولت شاهد نباشیم، شاید فاجعهش واقعا ضررش برای همه ایران و برای همه مردم غیر قابل جبران باشه. از توضیحات هر دو میهمان برنامه بسیار ممنونم. آسیه امینی، تحلیلگر مسائل اجتماعی از ترونتهایم نروژ، و نجات بهرامی، کارشناس امور سیاسی از استانبول.